ای برندان مکن ای زاهدی پاکیزه سریشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نویشت. من اگر نیکم و گر بد تو بیرو خود را باش، هر کس آن درود عاقبت کار که کیشت. همه کس طالب یارند چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشتی دری میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخنگو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه گفتی ازل، ناامیدم مکن از سابقه گفتی ازل. تو پسی پرده چی دانی کی خوب است و کی زیشت؟ نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس. پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمار این سایه بید و لب کیشت. حافظا روز اجل گر به کف آری جامه، یک سر از کوی خرابات برندد به بهشت. تحلیل. ای برندان مکن ای زاهد پاکیزه سریشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نویشت. ای برندان، رند گفته آدم یعنی بیروها، گمراه و گناهگار یعنی آسیرو میگویند، چه خیلی که در روایات خیام میآید. گر من زیمه مغانیم هستم و عاشق و رند و بود پرستم هستم. رند یعنی که بیروها. ای برندان مکن ای زاهدی پاکیزه سریشت. زاهد گفته یعنی آدمی پاک رو میگویند. در ایران یک منطقه هم هست به نام زاهدان، یعنی که پاکان. ای برندان مکن ای زاهدی پاکیزه سریشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نویشت. یعنی چی؟ گناه دیگران رو بر تو نمی نویشند. من اگر نیکم و گر بد تو بیرو خود رو باش، یعنی که من خواه نیکم یا خواه بدم تو بیرو خود رو باش، یعنی که از پای کار خودت باش. هر کسی اون درود عاقبت کار که کشت، یعنی که هر کسی چرا که کشت اون رو می درود، یعنی که مسئول محنتی مکافات عملی خودش رو خودش می پردارد. همه کس طالب یارند چی هوشیار و چی مست. یار در اینجا یعنی که خداوند است و هوشیار و چی مست. هوشیار در اینجا شخصی با ایمان، چی مست در اینجا مست عاشق عشق خداوندی که جام را نوشیده مست شد آن را در نظر دارد حافظ. برای همین میگوید چی هوشیار و چی مست. همه جا خانه عشق است چی مسجد چی کنیشت، یعنی که همه جا جای عبادت است، جای طلب خدا و جستجوی خدا و عشق نسبت به خدا است. چی مسجد چی کنیشت، یعنی چی مسجد باشد چی کنیشت. کنیشت در اینجا میکده رو میگویند، میکده، میخانه، خرابات و خانقاه، این همه یعنی که نام های میکده رو گویند که در اونجا درویشان و دوستان خدا جمع میشدند اونجا رو میگویند. سری تسلیم منو خشتی در این میکده ها، یعنی حافظ میگوید سری تسلیم منو خشتی در این میکده ها، یعنی من سری تسلیم دارم بر خشتی در خانه میکده. مدعی گر نکند فهم سخن گوی سر و خشت، یعنی شنونده که نفهمید آن آدم تا
تو بگو در اینجا سخن در باره سر و خشت می رود. ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل. یعنی می گوید مرا ناامید نکن از مکافات ازل، یعنی که روز ازل. تو پسی پرده چی دانی که خوب است و که زیشت؟ یعنی که تو که ظاهر را می بینی در باطن که خوب است، در درون که زیشت تو نمی دانی. نه من از پرده تقوا بدر افتادم و بس. در این مصر در یکی از جای ها می آید خانه، در یکی از جای ها پرده. مقصد اون که نه من از پرده تقوا بدر افتادم و بس، یعنی که نه من در راه عشق و عاشقی نه تنها من رفتم، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. یعنی که پدری من هم بهشت رو از دست بیداد، یعنی که از بحر بهشت برآمد. برای چی از بحر بهشت برآمد؟ برای عشق خداوندی. یعنی که او بهشت رو انتخاب نکرد و خدا رو انتخاب کرد. باقی فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بیدو لبی کشت. یعنی که باقی فردوس بسیار خوشرو و لطیف است، زیبا است، لیکن تو حیات خود را غنیمت شمر این سایه بیدو لبی کشت رو، و الحال خدا را جوی، نه در یادی بهشت و کیف و صفای اون دنیا باش. حافظا روز اجل گر به کفار جامع، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت. یعنی چی؟ حافظ روز اجل که تو خداوند رحمت خود را به تو پایان کرد، یعنی که عشقش را، یک سر از کوی خرابات، یعنی که از خرابات، از کنیشت، از میکده، تو را بر بهشت میبرند. این بود تحلیلی این غزل حافظی شیرازی، و آینده انشاءالله با دیگر تحلیل های دیگر غزل حافظی شیرازی رو در این شبقه درویش میکنیم. و در پایان گفتنی هم که این قرائت این غزل از شبقه دیگر، از کانال دیگر که اندیشه نام دارد، از اونجا گرفته شده است، و در اونجا هم شما میتونید این گونه غزل ها رو، یعنی که گوش کنید زمزمه این گونه غزل ها رو. در امان خدا باشید دوستان، و تا بازدید.